بهتون بده. اما موضع من در برابر داعش همون روز اول من گفتم و و و, و اصلا واضح و روشن دیگر جماعت دجالیه تهمت میزنن. خب اینا کی رو میخواد گول بزنن؟ خب آبروی خود رو میخواد ببرن. دوستان عزیز، موضع من در برابر بله گروه های این هایی که نابودی شما را میخواهند، شیعان اینها میخواهند که شما را بکشند، بله شما را سر ببرند، شما را خود شما را دم درتان اعدام بکنند، به دار بزنند، زن و بچتان و پسراتان هم اعدام بکنند، دختراتان را به کنیزی ببرند، مسجد شیعه را هم منهدم بکنند، قبور ائمه علیهم الصلاة والسلام، حرم های ائمه علیهم الصلاة والسلام را با خاک یکسان بکنند. دیگر این گروه ها در برابر اینها واضح و روشنه. دیگر با اینها صحبت کردن، حرف زدن، اینها حیوان، بر اینها 1 میلیارد مرتبه شرف داره. اینها نه اهل وحدتند، اینها نه اهل همزیستی هستند، و اینها فقط یک زبان میفهمند. اون زبان چیه؟ اون زبان شمشیره، اون زبان گلوله هست که اینها میفهمند. این کسانی که میخواهند بله یا شما از دینتان دست بردارید، یا اینکه مردان شما کشته بشن، زنان شما اسیر بشن، دختران شما کنیز اونها بشوند و مساجد شما خراب بشود. خب از خب علی کل حال مردن که هست دیگر، اگر شما با اینا نجنگیدم اینا شما را میکشند. خب پس بهتر همینه که اگر کشته هم میشوید شهید از دنیا بروید. مردانه مردم عراق بله به حد واجب کفایی، همونطوری که حضرات فرمودن کلامشان به حق و درسته. همینه که این گروه ها بله اینها را باید آنچنان ضربه کاری بزنند. و کجا هست علمداران؟ کجا هست مردان کارزار؟ کجا هستن اینا؟ تا به حال چرا همچین ضربه کاری زده نشده؟ و من در برنامه عربی هم گفتم، همین دیشب گفتم، حالا بعدا هم میگویم انشاءالله العزیز، که دولت عراق باید وظیفه دارد که انشاءالله العزیز اینجا مردان عمل بکنند و جانانه عمل بکنند، و ما دعاگویشان هستیم و برایشان دعا میکنیم و تمام کسانی که در این راستا قدم برمیدارن اونها را دعا میکنیم که باید کاری بکنند که عراق باید قبرستان داعش و داعشی ها بشود و بعد دیگر اکتفا به عراق هم نشود، پیشروی کنند داخل سوریه و دیگر تا داخل سوریه هم باید تطهیر بشود از این گروه های نجس، از این گروه های کافر، از این گروه های دشمن بشر و دشمن انسانیت. و این را بگوییم که جنگ بر علیه داعش، جنگ بر علیه عمری نیست. ما موقف ما در برابر عمریه ها اینه، عمری هایی که دشمن جان ما نیستن، یعنی عمری های بیشتر عمری های افغانستان اینطوری هستن، مردمی هستن خیلی مسالم، مردم که اصلا ولی درسته با هم اختلاف عقیده داریم، اما اینطوری نیستیم که بله ناموس هم دیگر را بخوایم ببریم برداریم، اینطوری نیستند. اغلب عمری های افغانستان اینطوری هستند که میگن اهل سنت، بله. یا عمری های ایران مثلا، اینا درسته پیرو ابوبکر مذهبشان باطله، اون مذهبشان قبول نداریم، اما اونا هم اینطوری نیستن که بخوان که ما را بکشن، مسجد ما را خراب بکنن، بچه کوچه که ما را ببینن با کارت سر ببرن. موقف ما در برابر عمریه اینه که جان و مال اینها محفوظه، یعنی شیعه حق نداره بره یک عمری را به خاطر اینکه عمری بزن او را بکش ابدا، یا مثلا مالش را بدزده، زنش را بی‌ناموسی بکنه ابدا، این جایز. اونا جان و مال و آبروشان مانند شیعیان، مانند همونطور که یک شیعه محفوظه اون هم محفوظه، بله. اما این گروه های تکفیری، این خوارج این زمانه دیگر، اینها دیگر اینا هیچ علاجی دیگر ندارند دیگر، نه اینها آدمند، نه اینها انسانند. اینها از حیوان گفتن به اینها توهین به حیوانات، حیوان 1 میلیارد شرف داره بر این انجاز. و عمری ها باید این را بدانند که چرا اینطور همچین نجاست هایی از مذهب اونا بیرون آمده، چرا آخر؟ بله چرا عمری ها، جوانان عمری باید داعش به علا کل حال، سلفی ها علا کل حال، اینها فرقه ای از عمری هستند. عمری ها مادر همچین و مذهب عمری مادر همچین گروه های آدم کشی که مایه ننگ مسلمین هستن، مایه ننگ بشریت هستن بوده. باید فکر بکنن و باید از اونها فاصله بگیرن و هر عمری باید اخلاقا شرعا باید وظیفه دارد که خودش به نفس خود، زن و بچه خود، فرزندان خود، برادران و خواهران خود را برحذر بدار از گروه های همچین گروه های که
آدم کش هستند، دشمن دین و دشمن دیانت و دشمن بشریت هستند. و لذا بینندگان عزیز من، این وظیفه شیعیان عراق و غیر آنها می باشد. حالا انشاءالله العزیز امیدوار هستم که در اینجا شیعیان عراق مردانگی به کار به خرج بدن و مردانه وارد میدان بشوند و انشاءالله العزیز اختلافات داخلی را کنار بگذارند. این که چه کسی نخست وزیر بشه، 2 ماه که بر اینا چقدر جای تاسفه. اونجا دشمن داره قدم به قدم پیشروی میکنه، اینا تا به حال جنجالشان بر اینه که چه کس نخست وزیر بشه. بله، اینها این مسائل را کنار بگذارند و انشاءالله مردانه عمل بکنند، مردانه عمل بکنند. بله، خدا خیرتان. یا آقای قزوینی هم از خدا بترسه و من دروغ نبنده، امروز در برنامه خود در تلویزیون گفته که بله الله یاری جهاد را حرام میداند. ما جهاد ابتدایی را حرام میدانیم. آقای قزوینی تو چرا دروغگو هستی؟ ما قیام بر علیه سلطان جائر را گفتیم جایز نیست، اما این جهاد دفاعی، این که بله این تو واجبه، این که همیشه من گفتم.